هیچ موقع اسلام اجازه نمیده یک زن در آغوش صدها مرد قرار بگیره، مگر اینکه تأمین زندگی داشته باشه و مردها این تأمین زندگی بدن. مسئله ازدواج موقت همین مسئله، با جنس مخالفی آمیزش کنی. هر انسانی اینجوری و هر حیوانی اینجوری، این یه برنامه‌ایه که در نظام طبیعت. حالا کسانی که دستشون تنگه نمیتونن ازدواج دائم باشه، بگن شما برید ازدواج موقت صیغه بکنید به عنوان محرمیت میتونید، اما جسارت به عنوان دخول نمیتونید، نه از جلو نه از عقب، برای اینکه این دختره. تمام اینا رو همواره حساب کرده اسلام، قانون مقدس اسلام. به جناب داماد آقا شهرامه طلاق گرفتین؟ چه طلاق دادین؟ خب البته در ازدواج موقت لازم هم نیست که زن مرد داشت طلاق داده بشه، یعنی اگه شما همسرم داشتین مشکلی نداره. نه اون خب اون بحثی که خود اسلام تعبدی گفته که آقا زنی که یائس هست دیگه ادعی نه کسی حتی سراغ همچه افرادی هم نمیده، بهش روانی داده نمیشه. حالا اگه کسی خیلی خوشه تا اون موقع نگه داشته باشه نه اقل مقدس نه دیگه، از اینه سند اینه که حساب کنی هرچی خواست میشه. همین که مدیر دفتر و شهریش های آیاته برای ما خیلی مهمه. یه هزینه زیاد مهم نیست. دست شما در هر چی هست قبوله. ممنون. دست شما در نه. پس مدارک ما رو بفرمایید. آقای خسته بشین بدید سند کامل. نظر اسلام بدن نامحرم کل بدن عورت دیگه، کل بدن باید پوشیده باشه به جز گردی صورت و دست، که بازم در رساله ها میگن اگر مثلا خانمی میبینه یه جایی رفته گردی صورتش بازه دارن به قصد شهوت نگاه میکنن. حق خانمایی را بخوریم تو این گرما تو این لباسای مانتر میپوشم. نه خب وقتی آدم یک دینی را اگه پذیرفت دیگه احکامش را میپذیرم. باید قراره باشه خانمایی را برن تو بهش، اونا هم بعد برن تو بهش. پس اینا اینا دیگه با خداست، یکی بهشت ما که مسئول تقسیم بهشت جهنم. بعد اختلافات و ناراحتی اولی با زحمت دلغوره و معطلی درست میشه، عاقبتش خوب. دو تفاهمی نیست به هدف نمیرسه، خیلی بده، مشکلات زیاد. اولی اگر بشه خوبه، فکر نکنم بشه. دو اگر بشه بهتره. اولی نمیشه، مشکلاتی هم داره. بده دو بدتر، اختلافات و ناراحتی. نسبتاً خوب و راحت، آیندهش هم بهتر. اولی روابط نامناسب، بده دو بدتر، مشکلش بیشتر. خانم بفرمایید. دو تا اولی گرچه با زحمته ولی ضرر نمی کنید، اندام بدید بهتره. دو هم مشکل، مقاومت کنید نسبتاً سه اگر بشه تا بودید. از زمان پهلوی اینطور شد، رضا شاه لعنت الله علیه وقتی آمد جلوی ازدواج موقت رو گرفت و جلوی تعدد ازدواج هم گرفت. ولی تو عربا مقصد تو سعودی دیده شده اونجا یه مرد چهار تا زن تو ماشین همه با هم نشستم همه با هم رفیق هست. مرد چقدر راحته وقتی یه زن مریض میشه مرد به کاراش دستو نمیخوره، اون زنهای دیگه میبرن دکتر. ولی در ایران بس حسادت زیاده، هیچ زنی حاضر نیست که رقیب بپذیره. فقط در روایت ما مؤکدن داره در چندین روایت منشایش هم فقط حسادت، فقط حسادت نامشروع باشه. در اینجا مرد متحر یا زن متحر مستحق زنای محسنه میشن و زنای محسنه مجازاتش سنگساره. فعلا در قوانین فعلی ما سنگساره. میگم میخوان خود مجازات از بین نمیبرن، فقط نوع مجازات رو میخوان از بین ببرن، از سنگسار تبدیل کنن به دار زدن. یعنی عملا در کشور ما فعلا حکم این رابطه مرگ. حتی آخونده همونجا عبای تنش رو باز کرد پهن کرد که مثلا حال خیلی بیادری هم میشه مامجم و خانم و دوستان داریم صحبت میکن، گفت یعنی یه بستری آماده کرد که همونجا کارش انجام بده من بتونم طلاقم بگیرم. دیگه متاسفانه مملکت ما دیگه اصلا آخونده مملکت رو نمیتونیم با آخونده نتا نه اصلا کلا نمیتونیم چیز خورده بوده از مملکت دیگه همینه.
این قسمت قسمت پولشمار مؤسسه خیریه است. صدقاتی که وارد مؤسسه میشه اینجا شمارش میشه. اینجا مؤسسه خیریه فاطمه زهرا سلام الله علیها است، در خدمت ایتام و خانواده های بی سرپرست، خصوصا زنان، زنان سرپرست، بی سرپرست و بد سرپرست. در این کشور دموکراسی مستقل نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر اینکه مستقل نمیشه ما نمیخوایم و اکثریت جامعه ما نمیخواد. خاتمی بعد از 8 سال ریاست جمهوری پرآشوب نوشت: متاسفانه به دلیل مختلف، به دلایل مختلف از جمله وجود رسوبات تعصب، استبداد زدگی و غیره، نتوانستین ایده هاش آنطور که باید و شاید مورد بهره برداری قرار بگیره. ولی خب ادامه میده که باید این راه رو پیمود و با همه سختی ها باید این راه رو ادامه داد. بحثی که بین اصلاح طلبا و بین اصلاح طلبا و ساختار شکنان یا سرنگونی خواهان در واقع هست همینه که آیا به شیوه سابق، شیوه دولت محمد خاتمی، میشه گشایش چشمگیر در سرگذشت و سرنوشت ایرانیان به وجود بیاد؟ 8 سال دولت خاتمی آیا در این زمینه پیشرفتی کرد؟ مهمترین رویدادهای دوره خاتمی این هاست: انتشار صدها نشریه و آزاد شدن چشمگیر فضای تولید و عرضه فرهنگی و هنری. اما حکم حکومتی رهبر برای توقف اصلاح قانون مطبوعات در مجلس و توقیف بیش از 100 نشریه، بیان که خاتمی حتی بتونه اعتراضی بکنه. تحسن 139 نماینده مجلس در اعتراض به رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نمایندگی و دست آخر استعفای شماری از همون نماینده‌های مجلس ششم. کتک خوردن وزیر کشور و وزیر ارشاد دولت خاتمی از انصار حزب الله و مجبور کردن خاتمی به کنار گذاشتن این وزرا از هیئت دولت. حمله به دانشگاه‌ها و خونریزی در کوی دانشگاه تهران و تبریز و ناتوانی دولت خاتمی در برخورد با حمله کننده‌ها. افشای قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان که ادامه ترورهای حکومتی دوره رفسنجانی بود در واقع. این قتل‌ها در دولت خاتمی و توسط شخص او فقط افشا شد. اما قاتلا و آمران این قتل‌ها چی؟ غیر از اینکه همه از بزرگان این نظام و آیت الله‌های حاکمند و پس هیچ کس از جمله خاتمی نمیتونه در چارچوب نظام یقشون رو بگیره، خیلی از دوروریای خود خاتمی هم مگه از جنم دیگه این؟ نمونه شون علی ربیعی معروف به عباد، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای امنیت ملی در دوره خاتمی و عضو کمیته 3 نفره تحقیق درباره قتل‌های زنجیره‌ای که خود خاتمی گمارده بودش. عبدالله شهبازی مسئول مرکز مطالعات تاریخ معاصر که وابسته به وزارت اطلاعات و حکومته، در وبسایتش از کسی میگه که به عنوان یکی از بلندپایه‌ترین مقامات اطلاعاتی و امنیتی و از نزدیکان و افراد دارای نفوذ بر رئیس جمهور وقت، یعنی خاتمی، معرفیش میکنه. و پرسجویی که من کردم به این نتیجه رسیدم که منظور شهبازی از این فرد نزدیک به خاتمی علی ربیعی است که نام اطلاعاتیش عباده. شهبازی نوشته این فرد در کمال خونسردی و به عنوان طنز برای شهبازی تعریف کرده: در آذربایجان تعدادی از اعضای یک گروهک را دستگیر کردیم. باید آنها را برای حضور در دادگاه از راه آستارا به گیلان می‌فرستادیم. نگهبان و محافظ به اندازه کافی نداشتیم. همه را در تابوت خواباندیم و در تابوت‌ها را میخ زدیم و با کامیون اعزامشان کردیم. زمانی که در مقصد در تابوت‌ها را باز کردند، همه به علت خفگی مرده بودند. خب این جنایتکارا یه دستن دوربر خاتمی، از همون دسته ای که وقتی میمیرن خاتمی در مجلس ختمشون گریه میکنه یا پیام تسلیت میده. منظورم آیت الله خلخالی است و اصطلاح لاجوردی مشهور به قصاب اوین که شهریور 77 ترور شد تو بازار. خاتمی در پیام تسلیتش به مناسبت ترور لاجوردی نوشت: دست ناپاک آدم کشان بدندیش و زشت کردار، یکی از سربازان سخت کوش انقلاب و خدمتگزاران مردم و نظام و 2 نفر از بیگناهان همراه وی را به شهادت رساند. بعدم این خسران لاجوردی رو به مقام معظم رهبری تسلیت میگه.